آمریکاییان ایرانی تباری که به تازگی در قالب تبادل زندانیان با ایران از زندان در تهران آزاد شدند با خانواده ها و نزدیکانشان ملاقات کردند. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، امیر حکمتی، تفنگدار پیشین ارتش ایالات متحده و سعید آبدینی کشیش مسیحی آمریکاییان ایرانی تباری هستند که روز یک شنبه آزاد شدند. امیر حکمتی در گفتگو با خبرنگاران ساعتی پیش گفت بار دیگر احساس زنده بودن می کند. گزارشی از فرهاد پولادی. امیر حکمتی تفنگدار نیروی نظامی آمریکا نیز پس از آزادی با خواهران و همسر یکی از خواهرانش و دن کیلدی عضو مجلس نمایندگان کنگره آمریکا دیدار کرد. وی در گفتگوی کوتاهی با خبرنگاران خارج از بیمارستان آمریکایی در آلمان گفت که در برابر همه کسانی که به دنبال آزادی وی بودند احساس فروتنی می‌کند. من شدیداً احساس خوش اقبالی می‌کنم. احساس زنده بودن بعد از مدت طولانی و از اینکه تعداد زیادی به دنبال آزادی هم بودن احساس فروتنی می کنم. از رئیس جمهوری، اعضای کنگره و همقطارانم در نیروی تفنگداران و به ویژه خانواده هم تشکر می کنم. برای من تمام این حوادث سورئال هست و در آینده جزئیات بیشتری را در اختیارتان قرار می دهم. حکمتی سال 1390 در سفری که برای عیادت از مادر بزرگش به ایران رفته بود بازداشت و طی محاکمه به 10 سال حبس محکوم شد. امیر حکمتی نیز باید روند ارزیابی پزشکی روانشناسی را طی کند. برادر و همکاران جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، پس از آزادی وی در بیمارستان نظامی آمریکا در آلمان با وی ملاقات کردند. جیسون سال گذشته در پشت درهای بسته در دادگاهی در ایران به اتهام جاسوسی محکوم شد. محکومیتی که خانواده، همکارانش در واشنگتن پست و دولت آمریکا آن را کاملا بی‌پایه می‌دانند. علی رضاییان، برادر بزرگتر جیسون، پس از دیدار با او می‌گوید که برادرش حدود 18 ماه در انفرادی و یا شرایط سلول انفرادی حبس شده بود. می‌دانید که بعد از 18 ماه تونستم بار دیگه با او حرف بزنم. روحیه جیسون خوبه، اما کماکان نگرانی‌هایی داره. بنابراین ما حداکثر تلاشمون رو برای بهبود وضعش انجام خواهیم داد. از نظر شخصیت جیسون همان جیسون سابقه. او افسرده نیست و واقعاً در وضعیت روحی خوبیه. مارتین برانت، سردبیر ارشد روزنامه واشنگتن پست، پس از دیدار با همکارش میگوید که جیسون 545 روز را در شرایط بدی در زندان گذرانده و طبیعتاً آسیب فیزیکی و آسیب‌های دیگری دیده است، اما روحیه جیسون عالی است و علاقمند است که بار دیگر همکارانش را ببیند. کشی سعید آبدینی که از سال 2012 به اتهام تشکیل کلیسای خانگی به قصد برهم زدن نظم عمومی در جمهوری اسلامی محاکمه و زندانی شده بود، نیز به همراه جیسون و امیر در بیمارستان نظامی آمریکا در آلمان تحت مداواست. همسرش نغمه آبدینی گفته است که با سعید صحبت کرده ولی به آلمان سفر نخواهد کرد و او را در آمریکا خواهد دید. ایران بار دیگر اعلام کرده است تحقیقات خود را برای یافتن رابرت لوینسون، مأمور سابق پلیس فدرال آمریکا که در سال 2007 در جزیره کیش ایران ناپدید شده، گسترش خواهد داد. پرزیدنت باراک اوباما در قبال آزادی 4 آمریکایی ایرانی تبار، 7 ایرانی را که 6 نفر آنها دارای تابعیت آمریکایی هستند، مورد بخشودگی قرار داد. این افراد به دلیل نقض قوانین تحریم علیه ایران محاکمه و زندانی شده بودند. تبادل زندانی آمریکا با ایران همزمان با اجرای توافق اتمی بین تهران و جامعه جهانی صورت پذیرفت. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.